و این رو نجس میدونن. میگه بذار خانواده اینو بیان دیدارشون دیگه. چرا میذاری؟ بگذار وکلاشون بیان، بگذار پارلمانترها بیان، بگذار فعالان حقوق بشر بیان، بگذار پزشکان بیان. کارشکنی نکن در مورد ورود سوخت، دارو، غذا و نیازمندی ها و مایحتاج زندگی یومیه. مگر که رژیم هزار یک ادعا نمی کند در مورد اشرف و ساکنانش؟ بسیار خوب، چرا نمی گذاری خانواده های اینها خارج از تورهای ننگین و نجاست تو وارد بشن؟ وکلاشون بیان، خبرنگاران بیان، پارلمانترها بیان، فعالان حقوق بشر بیان. چرا؟ چرا؟ برای اینکه بادکنک تبلیغات، بادکنک دجالیت، همچنان که در مورد تفریحات کشتار جمعی دیدیم، همچنان که در مورد فریبکاری اتمی دیدیم، این بادکنک خواهد تکید. در همین بیانیه کمیته حقوق بشر یادآوری و استناد میکند به سریال گزارش های گزارشگران ویژه ملل متحد، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه حق تغذیه، گروه کار دستگیری های خودسرانه در مورد اشرف و وقایع 6 و 7 مرداد و محاصره و گروگانگیری. چون که حالا در 7 ماه سیرک خامنه‌ای و مالکی در برابر اشرف هستیم، سر رژیم محکم به سنگ خورده است و برای همین از هیچ چیزی فروگذار نمی کنه. ممانعت از این که یک نفر همراه با بیمار مجروح، بیمار نقص عضو یا بیمار سرطانی